تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر چند دقیقه ای، جزء ششم، آیه 35 از سوره مائده. راه رستگاری چیست؟ سوال: چه کنیم که رستگار شیم؟ این آیه جواب میده. با هم بشنوید، منم 5 6 دقیقه تفسیر میکنم. چه کنیم که رستگار شیم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، از خدا پروا کنید، و ابتغوا إليه الوسيلة، برای تقرب به خدا سراغ وسیله بروید، و جاهدو فی سبیله، در راه خدا تلاش کنید، جهاد کنید، لعلکم تفلحون، شاید رستگار شید. راه رستگاری ایمان، تقوا، به سراغ وسیله رفتن، جهاد. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 310 یک بیانی داره، بعضی نهج البلاغه 309، بعضی 310 میفرماد: ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله، بهترین چیزی که مردم بهش متوسل میشن، به چی متوسل بشه؟ متوسل که میگه وابتغوا الیه الوسیله، وقتی به سمت خدا میرید، وسیله رو به سراغ وسیله بدید، یعنی با یه وسیله برید به سمت خدا. وسیله که ما به خدا نزدیک بشیم چیه؟ چگونه به خدا نزدیک بشیم؟ وسیله که ما رو به خدا نزدیک میکنه چیه؟ امیرالمومنین میفرماید افضل ما توسل، بهترین وسیله که شما بهش متوسل میشی تو رو به خدا نزدیک میکنه، یک، الایمان، دو، الجهاد، سه، الصلات، اقام الصلات، چهار، ایتاء الزکات، کمک به فقرا، صوم شهر رمضان، روزه ماه رمضان، حج خانه خدا، صله رحم، کمک به فقرا مخفیانه و کارهای خیر. اینها وسیله است که انسان به خدا نزدیک میشه. وابتغوا الیه الوسیله. خب حالا ما گاهی وقتا سوال اینه که شما گاهی وقتا متوسل به آدما میشید. تو نهج البلاغه آدما که نبود که، نماز که آدم نی، روزه که آدم نیست. شما از راه نماز و روزه و حج و جهاد و ایمان و اینها به خدا نزدیک بشید. پس شما چرا وقتی متوسل میشید، متوسل میشید به پیغمبر، به امامها، به امامزاده ها؟ میگیم اونها هم وسیله هستن. در چند جای قرآن داریم که اولیاء خدا هم وسیله میشن. توسل در کتاب اهل سنت آمده، مثلا در سوائق ابن حجر، سنن بیهقی، صحیح دارمی، وفا الوفا، اینا چند تا از کتاب های مهم اهل سنته، روایاتی درباره توسل نقل شده که اینها به اولیاء خدا متوسل می شدن. اصلا همین که قبر، یعنی جنازه خلیفه اول ابوبکر و خلیفه دوم عمر را، همین که این دو نفر را کنار پیغمبر دفن کردن، به خاطر که میگفتن کنار پیغمبر شرف داره، یعنی دفن در کنار پیغمبر یک با زمینای دیگه فرق میکنه. و همین که امام حسن مجتبی رو میخواستن اونجا دفن کنن، عایشه نیزاش، این به خاطری که میگفت اونجا مکان مهمیه، این جای پدر منه، جای امام حسن نیست، و امام حسن در قبرستان بقی دفن. یعنی این در ذهن هر کسی هست که مکانها مقدسه. خدا تو قرآن میگه که فخلع عن علیک موسی، کفشتو بکن، انک بالواد المقدسه طوی، تو در زمین مقدسی هستی. بعضی درخت ها قرآن میگه شجره مبارکه. بنابراین همه چیزا یه جور نیستن. ابولهب اگر تو قرآن باشه، شما دست بی وضو به ابولهب هم نمیتونی بذاری. ابولهب
کافر دشمن پیغمبر که خدا میگه تبت یدا ابی لهب، یعنی بریده با دست ابولهب، ابولهبی که خدای تو رو بزنه، شما تا مادامی که تو قرآن دست بی بزرگ به ابولهب هم نمیتونه بزنه. بله اگر ابولهب به سینه دیوار شسته باشه شما میتونه بهش لجنم پرت کنه، یعنی ابولهب اگر به دیوار نشسته باشه ابولهب شما لجنم بهش بریزی طوری نیست، اما اگر ابولهب تو قرآن بود دست بی بزرگ هم نمیشه بهش گذاشت. یه سنگ و سنگباره میباره، بخشش رو تو مسجد کار میذارن، بخشش رو تو مستراح دستشویی. یه جا مسجد اگر نجس شد واجبه قبل از آنی که نماز بخونی بری مسجد رو تطهیر کنی، بشوری بعد بری نماز بخونی. نجس کردنش حرامه، ولی سنگ دستشویی نجس میشه. بنابراین فرق میکنه این، نه این سنگ تا مادامی که در کوه مقدس نیست. یعنی وقتی سنگو بریدی، بخشش رو تو مسجد کار گذاشتی، بخشش رو در دستشویی فرق میکنه. چرم تا پوست گاو مقدس نیست، اما وقتی گاو ذبح شد این پوست گاو چرم شد، این چرم اگر جلد قرآن شد همو چرم هم میبوسن، خود سنی ها و وهابی ها میبوسن، همونایی که با توسل مخالفن. سنی ها مخالف نیستن، وهابی ها مخالفن، یعنی همین جلد قرآن هم میبوسن. ولذا یکی یه قرآن داد به یکی از وهابی های دونه درش، تا دید قرآنه بوسید، تا بوسید گفت شما مشتکید، گفت چرا؟ گفت چون چرمو بوسیدی، این چرم جلد پوست گاوه. خب کفش هم چرمه، فرق بکنه چرمی که جلد قرآنه و چرمی که کفش منه. من کفش همه که نمیبوستم، اینی که بوسیدم نه به خاطر چرمش میبوستم، یعنی کفش هم چرمه، چون جلد قرآنه میبوسم. وقت ما هم میگیم زریح پیغمبری که بوسیم، نه به خاطر که آهنه، دلخونه خود اونم آهنیه، چون این آهن زریح پیغمبرم بوسیم. بنابراین در قرآن آیاتی داریم که مثلا میفرماد که سوره نساء آیه 64 داریم، ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤوک، مؤمنینی که میان پلو تو وقتی ظلم کردن به خودشون میان نزد تو و استغفار میکنن، اگر استغفر لهم الرسول پیغمبرم در حقشون دعا کنه خدا بخشدشون، لوزد الله توابا، یعنی زوار پیغمبر خدمت پیغمبر بیسته، ظلم کرده به خودش، گناهکار، عذرخواهی میکنه، اگر پیغمبر در حق این زائر زوار، اگر پیغمبر در حق این زائر دعا کنه، چون این زائر آمده است و زائر است و عذرخواهی هم میکنه، پیغمبرم دعا کنه خدا بخشدش. پس دعای پیغمبر اثر داره. ما میریم زیارت پیغمبر که میگیم یا رسول الله من ظلم کردم به خودم، قرآن میگه ولو انهم ازلموا انفسهم، مظلوم کردم، جاؤو که بیان پر دخواه، من اومدم پلو تو، اومدم مدینه و استغفر و استغفارم میکنم، فقط شرط آخرش بوده و استغفر اللهم الرسول، تو هم در حق ما ادعای بکنی. پس آیه 64 سوره نساء میگه که بعدم نگو خب حالا استغفر اللهم الرسول چه کار داره به ابوالفضل، چه کار داره به امام حسین. بله رسول اگر دعا کنه خدا بخشه، اما شما میگید یا حسین یا علی، ما میگیم نگفته واستغفرتم یا واستغفر اللهم الرسول. اگر شخص پیغمبر تنهایی بود میگفت اگر مردم گناهکار آمدن نزد تو واستغفرت، یعنی تو یه پیغمبر اگر استغفار کنی، میگه واستغفر اللهم الرسول، یعنی اونی که مهم است دعای از موضع رسالت نه شخص تو. بنابراین هر کسی که رسالتی به گردن داره، حتی یه مرجع تقلید، یکی از اولیای خدا، یه عالم ربانی که رسالت رو داره به عهده داره، این هم به مقداری که رسول هست، به همین مقداری که رسول هست، یعنی رسالت الهی رو به دوش داره. و ما عقیده داریم که بعد از پیغمبر رسالت به دوش اهل بیته. اگر شخص پیغمبر بود فقط میگفت که ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤو که و استغفروا و استغفرت، میگه تو پیغمبر استغفار کن ببخشن، نمیگه تو پیغمبر، میگه رسول دعا کنه. رسول یعنی شخص تو، ملاک نه، رسالت تو، یعنی مقام تو. اصولا وقتی ما متوسل میشیم میگن فلانی مرد، میگه ما به پوست و گوشش متوسل میشیم، ما به مقامش متوسل میشیم، مقام زنده و مرده نداره. بو علی سینا باشد یا نباشد مقامش محفوظه. ما وقتی متوسل میشیم میگیم خدای به مقام محمد آل محمد، به جاه محمد آل محمد، اینها رو متوسل میشیم به مقامشون، نه به استخوناشون، نه به پوست بدنشون که شما میگی پیغمبر مرد.
من به پوست که متوسل نمیشم، به مقام متوسل میشم. مقام که زنده و مرده نداره. پس هم مقام رسالت مهمه، هم پوست و گوش مطرح نیست. هم در سوره یوسف داریم که بچه های یوسف اومدن، بچه های یعقوب اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا جون ما برادرم تو چند انداختیم غلط کردیم، حالا تو استغفر لنا، برای ما استغفار کن. یعنی بچه های یعقوب به پیغمبر گفتن در حق ما دعا کن. توسلم اینه که ما بریم پلو اولیاء خدا بگیم یا امام رضا یا ابوالفضل دعا کن به من. ما که اینا رو خدا نمیدونیم، اینا ولی خدا میگیم دعا کن در حق ما. مثل که بچه های یعقوب به باباش گفتن استغفر لنا. شما نگو یعقوب زنده بود، شهدا زندن. قرآن صریحا میگه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات والاحياء. قرآن دو جای قرآن صریحا گفته که شهید زنده است. نه زنده یعنی نامش به نیکی نبرن، نامش زنده. نه فرحین یستبشرون یرزقون، یعنی حیات واقعی دارن. آخه بعضی میگن زنده است یعنی اسمش رو توی خیابونا میذارن، یعنی نامش به نیکی است. نه سعدی ها مرد نکو نام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکوی. اون شعر سعدی مال مثل جور ما نه که کسی نامش رو به نیکی ببرن میگن زنده. نه اصل قرآن عبارات های قرآن که میگه فرحین یعنی شادن، یستبشرون با هم بشارت میدن، یرزقون این کلمه که میگن از قرآنه، یرزقون فرحین یستبشرون یعنی واقعا حیات دارن. پس اگر توسل شرکه، حضرت یعقوب باید به بچه‌ش یه حرفا رو نزنید، شما مشرک شدید به من متوسل شدید. یا مثلا داریم که بما کان استغفار ابراهیم علی ابی، حضرت ابراهیم قول داد به عموش که دعاش کنه. پس پیداست دعا اولیاء خدا اثر داره، که بعدم وقتی معلوم شد که عموش دیگه قابل هدایت نیست دیگه دعاش نکرد. ببینید پس دعای ابراهیم برای عمو، دعای یعقوب برای بچه هاش، دعای پیغمبر برای زواراش، اینا مهمه. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر میخواد رستگار بشید، یک آمن و ایمان، دو اتقو تقوا، سه وابتقو الهی الوسیله، بین خودتون و خدا وسیله قرار بدید که بهترین وسیله همون ایمان و نماز و زکات و حج این هاست. و یکم از وسیله ها اولیاء خدا هستن که ما بریم به اینها متوسل بشیم. و جاهدو فی سبیل الله، در راه خدا هم تلاش کن. اینها راه رستگاریه. خدایا تو به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده، اسلام را دور از سلیقه های شخصی، دور از پیش فرض های خودمون، اسلام ناب را درست بشناسیم، درست عمل کنیم و به افراد محروم این اسلام ناب را به دل های تشنه برسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.